در برنامه قبلی با همدیگه بررسی کردیم تفاوت بیزنس های سنتی و مدرن رو و بیشتر به بیزنس های ریتیل و صنعت غذا پرداختیم. توی این برنامه با همدیگه بررسی میکنیم بیزنس های سرویس و خدماتی رو که با کمترین هزینه امکانش هست که ستاپ بشن. من میلاد صابری هستم از شرکت پارس فایننس و در خدمتتون هستیم این سری با قسمت سوم از برنامه اقتصادی شامه که امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. در برنامه در خدمتتون باشم. تفاوت بیزنس های سنتی و مدرن برای سکتور یا بخش بیزنس های خدماتی یا سرویس. بیزنس های خدماتی تقریبا جزء ارزان ترین بیزنس هایی هستن که ما میتونیم ستاپ کنیم. نه انبار میخواد، نه محصول میخواد، نه انبارداری داره، نه خرید جنس میخواد، نه خواب سرمایه داره. شما یک سرویسی یا خدماتی یا یک استعدادی، یک هنری دارید و اون رو در قالب یک بیزنس میفروشید. اگر بخوایم مجدداً مثل بیزنس های سنتی و جدید با هم مقایسه کنیم، بیزنس های خدماتی قبلا اینطور که مثلا شما یک حسابدار هستید، یک مثلا کلینر هستید، یک مثلا تعمیرکار لوازم الکترونیکی هستید، میشینید تو مغازه، یک نفر آیا میاد یک کاری بهت میده یا نمیده. در بیزنس های جدید با توجه به تکنولوژی و اینترنت قسمت مارکتینگش مقداری عوض شده، مضاف بر این که اگر یک کمی اسمارت تر و باهوشتر عمل کنیم میتونیم اون بیزنس به شکل بیزنس بی تو بی در بیاریم که هم ریترن بهتری داشته باشه، هم زودتر به شکل بیزنس به خودش بگیره، هرچند سختی های خاص خودشو داره. برای بیزنس سرویس تصورشو بکنید بیزنسی مثل مثلا اگر شما حسابدار باشید یا کلینر باشید، شما هیچ چیزی احتیاج ندارید. شما یک وبسایت احتیاج دارید، یک کارت ویزیت احتیاج دارید، نهایتا یک شرکتی که ثبت بشه یا یک ABN نامبری که گرفته بشه و اینکه خدمات خودتون رو به کسانی که فکر میکنید احتیاج دارن معرفی کنید. قطعا به عنوان بیزنس سرویس تمام تفاوت شما با بقیه کسانی که این کار دارن میکنن در اسکیل شما، توانایی های شما و قیمت شما خواهد بود. نکته برگ برنده توی بیزنس های سرویس راستشو بخواید بیشتر مارکتینگ هست. یعنی اگر روی این تصور هستیم که یک وبسایتی میزنیم و خودمون رو مثلا فرض کنید حسابدار هستم، یک وبسایتی میزنم، میشینم منتظر میشم تا شرکت ها بیان، نخیر، سخت در اشتباهیم. نه تنها وبسایت رو بایستی بذارین، بلکه بایستی مارکتینگ کنید به شکل جدید، به شکل مؤثر. لیست شرکت هایی که ممکن از خدمات شما عنوان حسابدار استفاده کنن، لیست شرکت هایی که خدمات شما ممکن به عنوان کلینر استفاده کنن، به عنوان بوک کیپر استفاده کنن، به عنوان تعمیرکار فرض کنید لوازم الکترونیک استفاده کنن، یا حتی بیزنس هایی مثل رینوویشن بخش اداری یا مغازه ها، رینوویشن شرکت ها. خیلی از کسانی که دوستانی که از ایران تشریف میارن و با دید ساخت و ساز تشریف میارن، بیشتر مبناشون روی این هست که حالا یک دفتری میزنیم یا یک وبسایتی میزنیم، میشیم مثلا میریم تو قسمت بازسازی منازل، بعد میشینیم فقط توی فیسبوک تبلیغ میکنیم، منتظریم تا اگر احیانا 1% 0.5% از مردمی که میخوان آیا رینوویت کنن خونهشون یا نه، آیا با ما تماس بگیرن یا نه. اگر همین بیزنس رو بخوایم بی تو بیش کنیم، میتونیم خیلی قشنگ این بیزنس رو تبدیلش کنیم به پیمانکاری دست دو، چه برای املاک مسکونی، از اون بهتر برای املاک تجاری و اداری. میدونید تفاوت قیمت یک پروژه رینوویشن برای یک آفیس مثل حالا مثلا آفیس ما، یا فرض کنید برای یک مغازه، به اینجور کارا میگن فیت اوت، بهش نمیگن رینوویشن. رینوویشن بخش اداری و کامرشال مغازه ها و دفاتر رو بهش میگن فیت اوت. میدونید متوسط قیمت یک فیت اوت چقدر در بازار؟ میدونید تفاوتش با یک رینوویشن فرض کنید یه خونه چقدره؟ میدونید چقدر راحت تر میشه پیدا کرد کسانی رو که ممکن است به خدمات شما به عنوان یک بیزنس فیت اوت احتیاج داشته باشن؟ دیگه لازم نیست توی فیسبوک یا توی اینستاگرام و تلگرام به همه کسانی که همه استفاده کننده ها یک هر روز یک عکسی رو همون عکس رو هی کپی پیستش رو تکرار کنیم به امید اینکه شاید یک روزی طرف میخواد خونه‌ش رو رینوویت کنه. لیست مغازه ها موجوده، لیست شرکت ها موجوده، شرکت ها و مغازه ها رو همه دارن میبینن، شما هم دارید میبینید توی یلو پیجز، توی دفاتر اطلاعات تماس.
لیستشون، اسامیشون، تلفنشون، وبسایتشون موجوده، شما خیلی راحت میتونید تماس بگیرید، خودتون رو معرفی کنید، کاتالوگاتون رو بفرستید، تقاضای میتینگ بکنید. البته میگم خیلی راحت، به هر حال راحت نیست، ولی بیزنس هایی که راحت ترین کار و کم هزینه ترین کار برای یک بیزنس سرویس که دیگر هزینه دیگه‌ای به جز مارکتینگ نداره، قاعدتاً قسمت چالنجینگ قضیه، چالش برانگیز قضیه مارکتینگ و بازاریابی همین میتینگ ها و همین پرزنتیشن کردن هاست. در نتیجه بیزنس های سرویس و خدماتی همونطوری گفتم خیلی راحت ستاپ میشه با هزینه خیلی کم، نهایتاً یک ثبت شرکت و یک بازاریابی، قبلش بازار سنجی قبلش میشه ببینیم آیا بازار کشش داره یا نه، بعد شما سریعاً یک وبسایت و کارت ویزیت و چهار تا کاتالوگ و نمونه کارت فراهم میکنید و آماده میشید برای مارکتینگ، آماده میشید برای میتینگ رفتن، آماده میشید برای اینکه پرزنت کنید خدماتتون رو به شرکت ها و بیزنس های دیگه. اگر بتونید خیلی هوشمندانه بیزنستون و بیزنس خدماتتون رو هول و هوش بی تو بی مجدداً برنامه ریزی کنید، نه لازمه اجاره دفتر بدید، نه لازمه که نیرو استخدام کنید، همه کار رو شما اولش میتونید خودتون انجام بدید، نهایتا یک کامپیوتر احتیاج داره و چهار تا وسیله کار که خودتون میتونید تهیه بفرمایید. تو برنامه‌های بعدی باز مدل‌های دیگه بیزنس رو با هم دیگه مرور می‌کنیم، سعی می‌کنیم حجم برنامه‌ها و زمانش رو کوتاه نگه داریم که همه بتونن استفاده کنن. اگر سوالی داشتید چه در مورد بازارسنجی، چه در مورد ثبت شرکت، چه در مورد روش‌های بیزنس، روش‌های مارکتینگ، روش‌های فروش، با ما تماس بگیرید. وبسایت ما parsfinance.com.au، تلفن تماس 1300 720 575 و من صابری هستم، در خدمتتون خواهم بود. ممنونم و خداحافظ.